الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وآصحابه نجوم الاحتداء ما بعد خدمة همية شما بنندگان و شنوندگان عزيز خواهر و در هر السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته خداوند قادر منان را متشكر و سپاسگزاریم از این که بار دیگر به ما را در خدمت شما عزيزان دوست سروران بسیار عزیز در سلسله درس های از قرآن و سنت قرار داشته باشیم چه خوب است که بحث امروزی ما را آغاز بکنیم درس امروزی ما و یا بحث امروزی ما در ارتباط به انواع شراب هست که چند نوع شراب هست چیزی که بسیار مهم است در امروز امروز خیلی از جوانان ما سوال میکنن فلان چیز حلال است یا فلان چیز حرام است یا خوردنش چیگونه گونه هست فلان نوشیدنی یک فیصد داره فلان نوشیدنی دو فیصد درش مخلوط است فلان نوشیدنی از فلان چیز جور شده فلان نوشیدنی از کدام مواد دیگه جور شده ما چی گونه بدانیم که حرام است یا حلال است خوردن از جوری است چی گونه هست بنان خواستیم این قضیه را هم مطرح بکنیم حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه از پدر خود روایت می کند که در روزی که شراب تحریم شد یعنی در زمان حیات پیامبر صلی الله علیه وسلم در مدینه منوره یعنی در وقتی که شراب تحریم شد در او زمان شراب از چند چیز ساخته میشد. شد یعنی عبدالله پسر عمر رضی الله تعالی عنه از پدر خود امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عن روایت می که در روز که شراب را خداوند حرام اعلان کرد در اون زمان در اون فرصت در آن وقت مردم از پنج چیز شراب را آماده میکردند. یعنی در او زمان شرابی که در او زمان آماده می از پنج مواد ترتیب می یا ترکیب می یا تهیه می این پنج چیز یکی از جمله اینها انگور هست چیزی که حتی تا امروز هم این قضیه جریان دارد یعنی امروز اگر از مردم ما از خاص آم عام از پیر و جوان از هر کسی سوال بکنی شراب از چه چی چیز جور میشه او در جوابتان میگه شراب از انگور جور میشه چرا چون یک چیزی مشهور است یعنی حتی در او زمان از آب انگور شراب جور میکردن بنابراین یکی از جمله موادی که در زمان پیامبر صلی الله علیه وسلم یا در دوران جاهلیت از شراب تهیه می شد او انگور بود دوم و تمر از خرما شراب جور می از آب خرما می گرفتن و شراب تهیه میکردن این ای چیزی بود که در او زمان جریان داشت و احتمالا حتی در امروز اگر در کشورهای عربی یا در کشورهایی که در اونجا درآمد اینها یا بلاسترا بگیم خورما زیادتر وجود داره. احتمالا شاید امروز هم جور میشه از شراب که از خورما تهیه میشه. و میگه از گندم جور میشد در اون زمان. یعنی آب گندم رو میگرفتن و ازش شراب تهیه میکردن. و از جو، آب جو جور میکردن، شراب تهیه میکردن. یعنی آب جو حتی امروز هم در کشورهای دنیا مشهور است. یک چیز به اسم آب جو، اما اگر آب جو خالص باشه او قضیهش جداست تا اینکه که آب جو شراب تهیه می شود و همچنان میگه پنجم از اصل شراب تهیه می کردن در او زمان خوب این پنج چیز در او دوران و در او زمان رواج داشت که از این شراب جور میکردن یعنی عبدالله بن عمر میگه حضرت عمر رضی الله تعالی فرمودن روزی که آیات تحریم شراب نازل شد در او زمان شراب از پنج چیز تهیه می شود. یک از انگور دو از خرما سه از عسل چهار از گندم پنج از جو یعنی آب اینها را می گرفتن، مردم و زمان شراب تهیه میکردن حالا هدف سر زیست در حدیث پیامبر صلی الله علیه وسلم می فرماید کل مسکر حرام هر مست حرام است ولو از هر موادی از هر گیاهی از هر چیزی که جور بشود ما در یکی از قسمت های درس من در تعریف شراب گفتیم هر آنچه که حالت عادی انسان را تغییر بدهد انسان را مست بکند عقل انسان را زایل بکند بنا ان یک فیصد باشد نیم فیصد باشد یا بالاخره از گندم با جور بشود از آب جو جور بشود از خرما جور بشود از اصل جور بشه یا از انگور جور بشود او حرام است نه است خوردنش یعنی انواعی شرابی که در دوران جور میشد در دوران جاهلیت غالبا از این پنج ماده ترکیب میشد جور میشد شراب اما در اصل امروز اگر غیر از این پنج چیز باشد غیر از آب جو باشد گندم باشد انگور باشد از خرما باشد یا از اصل باشد دیگه موادی وجود داشته باشد دیگه ماده ای وجود داشته باشد که او هم مست باشد حالت اصلی انسان را تغییر بدهد عقل انسان را بکند او هم در قیاس اینها حرام قرار دارد خوردنش نادرست است ما به خاطر این قضیه مطرح کردیم که خیلی از جوانان ما میگن امروز به اصطلاح بگیم به شکلی که در جامعه رواج است و میبینید انواع و اشیای گوناگون آمده یا به نام نوشیدنی های مختلف یا به نام به اصطلاح بگیم انرژی های مختلف یا به تعبیرهای دیگری گرچه که پیشبینی این هم شده زمان بر این امت فرا می رسد که گناه میکنن اسمش را تغییر می دن. شراب می نوشن یشربون الخمر یا سمون ها غیر اسمی شراب را می نامش را تغییر می دن. و امروز شما کاملا عملا قذیر می بینید در دنیا با چی نام به اصطلاح بگیم ترغیب و تشفیق کننده با چی نام های مجلل و زیبا با چه قدر پیام های بازرگانی تشویق کننده امروز انواع و اقسام گوناگون نوشیدنی هایی که خودشان میگن که در از یک فیصد و نیم فیصد و چند فیصدی به صلاح مخلوط است اگر ثابت بشه که واقعا حقیقتا مخلوط داره شراب ولو نیم فیصد باشه ولو یک ذره باشه خوردن از این درست است و حرام است چرا پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماین آنچه که حرام شد کما ازافش حرام است چی اندک باشه چی زیاد باشه بنان عزیزان من این بود قضیه انواع شراب چیزی که در او زمان جور میشد و چیزی که در امروز جور میشه احتمالا فرق میکند اما وقتی که آب جو آب انگور آب خرما استرا عسل یا آب گندم اینها حالتی تغییر کننده رو بر انسان ایجاد بکنه یعنی شکل جور شود که حالت و انسان رو تغییر بده عقل انسان زائل بکنه انسان را مست بکنه شراب محسوب میشه استفاده کردن از اون نادرست است اما اگر به صورت طبیعی کسی استفاده میکنه آب جوی که هیچ صورت طبیعی حالت انسان را تغییر نمیده و مشکل نداره یا به اصطلاح آب گندم صورت طبیعی باشه حالت عادی انسان را تغییر نده در او مشکلی نیست یا خرما که از ازواج متحرات رضی الله تعالی عنه نجمعین می پیامبر پیانبر اکرام صلی اللہ علیه وسلم خرما را در آب می انداختن اما از سه روز که اضاف میشد از این استفاده نمیکردن یعنی پیش از سه ازش استفاده میکردن کردن خورما رو در آب می انداختن. یک روز دو روز سرش می گذشت بعد او رو استفاده میکردن همراه آبش یا مثل که امروز ما شما در بازار ما رواج استنیم به نام آب کشمش یا آب انگور به صورت عادی این مشکل نداره ای فرق میکنه با او قضیه که در ازو به اصطلاح مواد دیگری هم مخلوط میکنن دوره حالتی را تغییر میدن مدت سر روز سپری می شود به او تبدیل به شراب می شود به او مسکر جور می شود او با این تفاوت دارد الله رب العزت و الجلال به همه ما و شما توفیق عمل نهاد بفرماید با اون چیزی که گفته شد خداوند جل و جلال به همه ما توفیق عمل نهاد بفرماید تا برنامه بعد که در خدمت شما قرار می گیریم همه شما رو به با الله پاک و بینیاز بسپارم السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته